دست خالی برگشتن، تعارف که نداریم. یه روایتی رو چند شب پیش گفتم و عرض کردم خدمتون. حضرت آیت الله جوادی آملی میفرمودند، حفظه الله، میفرمودند که خداوند دو جا ما رو میهمان خودش میکنه به صورت خاص. یکی ماه مبارک رمضان هست، یکیش هم گفتم الان یادم رفت، حالا این بمانه. دو موقع رو ایشون فرمودند که ما میهمان خاص خدا میشیم، یکی ماه مبارک رمضان. بعد میفرمودند که خدا فقط یک جا میهمان ما میشه. کجاست؟ فقط یک جا خداوند میهمان ما میشه، اونجاست که دلمون بشکنه. وقتی دل بشکنه خدا میهمانت میشه. وقتی هم دل میشکنه که دیگه از همه عالم بریدی، وقتی دل میشکنه که فقط میای در خونه خدا و وسایل رو میاری، وسیله ها رو میاری، توسل پیدا میکنی، خدا خودش فرمود وقتی میخواید بیاید در خونه من باید این 14 نور پاک رو بیارید تا به حاجتتون برسید، به خواستتون برسید. میدونم امشب دل شکسته توی این مجلس و محفل زیاده. ببینید اگه همه مادیات و اینها رو از ما بگیرن شاید دلمون نشکنه، اما همین که داریم از حرم امام حسین دور میشیم خیلی دل شکستن داره. همین که داریم از عتبات میایم خیلی دل شکستن داره. وقتی میایم توی ایران قدم میگذاریم یادمون میفته که چه روزها و شبهایی داشتیم کنار حرم حضرت ابوالفضل و توی نجف اشرف، خیلی دلمون میشکنه. حالا چون خیلی دل شکسته امشب اینجاست، فرق نمیکنه اونایی هم که نتونستن به هر دلیلی برن اما عشق اهل بیت تو دلشون هست، قطعا دعاتون به هدف اجابت نزدیکه. اونایی که مریض دارن، اونایی که گرفت دارن، اونایی که حاجت دارن، اونایی که قرض دارن، هر کدوم به یه نوعی گره به کارمون هست دیگه. آثار غیبت امام زمان یکیش همینه که مردم گرفت دارد. حالا اگه آقا جانمون بود خب وضع اینطور نبود دیگه. اینه که شب و روز باید زیارت عاشورا بخونیم و بگیم اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. که اگه اون ظلم ها رو در حق اهل بیت پیامبر و پیامبر نمی کردند ما الان روزگارمون این نبود. اگر ائمه حکومت می کردند حکومت صالحان بر روی زمین به تأخیر نمی افتاد. اما امید داریم که خداوند متعال در قرآن کریم فرمود و نرید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه، بقیش چیه؟ و نجعلهم الوارثین. یعنی خوشحال باشید، امیدوار باشید. ببینید چند سال پیش کی فکر میکرد آمریکا و اسرائیل اینقدر خار و ذلیل بشن؟ تکون میخورده میگفتن آقا این ابرقدرت دنیاست، تکون میخورده میگفتن ارتش چهارم جهانه، یه حزب الله، یه تشکیلات غیر دولتی اینطور میزنه تو سرشون چند روز پیش و نفسشون بالا نمیاد. آمریکا نمیاد حمایت کنه، میترسه که منافعش در منطقه به خطر بیفته. کی فکر میکرد؟ کی فکر میکرد که این اتفاقات بیفته؟ اما الان عزت اسلام و مسلمین رو داریم میبینیم. جناب آقای حاج رضا بذری باید تشریف بیارند و انشاءالله در خدمتشون باشیم. من سلام میکنم به همه بینندگان عزیز و ارجمند شبکه محترم قرآن و معارف سیمای جمهوری اسلامی ایران که با ما همراه هستند. سلام میکنم به همه همکاران خوبم در پخش شبکه قرآن سیما که عاشقانه هر هفته پیگیرند تا این ارتباط برقرار بشه، با دوستان ما در رسانه در ارتباطند، و مردم عزیز و ولایت مداری که دلاشون رو روانه این آستان مقدس کردند و اومدن با پای دل در میان شما جمکرانی های عاشق و جمکرانی های منتظر حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف. من به مردم عزیز عرض میکنم که ما حتما نایب و زیار شما هستیم. شما برای زائرین دعا کنید، زائرین برای شما دعا میکنند. این دلامون هرچی بیشتر به هم نزدیک بشه توسلمون عاشقانه تر و عارفانه تر خواهد بود. متشکرم از همراهی همه شما زائرین ارجمند و بینندگان محترم. جناب آقای حاج رضا بذری مداح عزیز اهل بیت علیهم السلام محبت فرمودند، دعوت ما رو پذیرفتند، مشرف شدند به آستان مقدس مسجد جمکران.
دعای توسل رو قرائت میکنیم و دست به دامن حضرات آل الله میشیم. الهی که همتون حاجت روا بشین، بگین الهی آمین. تعجیل در فرج حضرت ولی از ارواح و نافدا، یک صلوات به همراه و عجل فرجهم. صلوات صلوات صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام و اتوب الی من جمیع ظلمی و جرمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الی. السلام علی المهدی و علی آبائی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا. و تمتعه فیها طویلا. چه میخواهد لب تشنه به غیر از لطف بارانی؟ چه میخواهد شکست دل به غیر از چشم گریانی؟ توکل بر توسل کن، توسل بر توکل کن. در این دنیای حیرانی، در این دریای طوفانی، اگر تا شام میخندی، اگر تا صبح میخوابی. یه بیتو خطاب به خودم دارم عرض میکنم. اگر تا شام میخندی، اگر تا صبح میخوابی، تو از مردن چه میفهمی؟ تو از برزخ
چه میدانی تو از مردن چه میفهمی، تو از برزخ چه میدانی. اگر آشفتت کردن یعنی لایق وصلی، خیلی مهم ها، آدم تو خوشی و ناز و نعمت یاد خدا نمی کنه تا گره به کارش می خوره، در خونه خدا به گدایی می افته، به زجه و التماس می افته. لذا بلا نعمت، تا یه مشکلی سراغمون اومد سری به جزع و فزع نیفتیم. اگر آشفتت کردن یعنی لایق وصلی، به اون نزدیکتر هستی زمانی که پریشانی، به اون نزدیکتر هستی زمانی که پریشانی. نیاز مستمندان را بنه بر دیده منت، مبادان که بگیرد دامنت را آه انسانی، مبادان که بگیرد دامنت را آه انسانی. خلاصه بار باید بست یا امروز یا فردا، خلاصه بار باید بست یا امروز یا فردا. مده از کف مجال این دو روزی را که مهمانیم، من پروانه در من و پروانه در آغوشم تا صبح میسوزیم، که با این سوختن روشن شود کنج شبستانی. مولای من، مولای من، مرا هر وقت می دیدی گریبان پاره می دیدی، از اول نیز می آمد به من پاره گریبانی، به دامان تو به دامان تو دست انداختم، شاید که این دفعه بگیرد دامنت دستی از این آلوده دامانی. آی اونایی که شب چهارشنبه رو از دست نمیدید به عشق امام زمان میاید مسجد مقدس جمع کرد، امشب به آقات اینجوری بگو، به جز تو جور عاشق را کسی گردن نمیگیرد، خطایش را زلیخا کرد یوسف گشت زندانی، خطایش را زلیخا کرد یوسف گشت زندانی. دگر فرقی ندارد جون جمعه و شنبه، فقط برگرد، دگر فرقی ندارد جمعه و شنبه، فقط برگرد. گرفتاریم ما از دست این هجران طولانی، گرفتاریم ما از دست این هجران طولانی. پشیمان می شود آن که برای تو نمی میرد،
چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی در باغ شهادت را به آه نیمه شب وا کن در باغ شهادت را به آه نیمه شب وا کن اگر خون جگر خوردی تو هم جزو شهیدانی اگر تو هم جزو ایام اربعین بود پشت سر گذاشتیم سه روز اهل بیت تو کربلا موندن سه روز ناله زدن حالا با منی بذار چند جمله از زبون از زینب ادامه شعر رو بگم گفت داداش خبرداری که تو رفتی به کوچه گردی افتادم هرچقدر این روزا برا زینب کبرا گریه کنیم کمه امام زمان در طول سال جمله حضرت لند و بنک سباهن و مساب یا جدا صبح و شام اونقدر برات گریه میکنم تا اشکم بدلت دموع دما به خون تبدیل بشم این مال طول ساله هر صبح و شب حضرت من میخوام بگم این روزا آقا چجور گریه میکنم چون حضرت فرموده بود من برا اسارت آره والله امام سجاد خیلی گریه میکرد به امام سجاد گفتن یبن رسول الله عادت شما شهادت شما خانواده شهادتید فرمود درسته جدتون امیرالمومنین هم به شهادت رسید اینقدر عزاداری نشد برای امیرالمومنین حضرت گریه میکرد میفرمود درسته ما خانواده شهادتیم اما تا روز عاشورا یه زن از ما به اسارت نرفته بود لا لا الا الله گفت داداش خبرداری که تو رفتی به کوچه گردی افتادم به من است و فقط هجران رسید آن هم چه هجرانی چه هجرانی فقط یه بیت دیگه مبادا کسی سر یه بیت آرام گریه کنم حسین من سر پیراهن تو گریه ما را در آوردن سر پیراهن تو گریه ما را در آوردن میان این همه کشته چرا تنها تو عریانی میان این همه کشته چرا تنها تو عریانی الله اکبر بذار قبل دعای اشاره کنم وسط دعام بالاخره روزه میخونم برات اما این حال قشنگت الان ایجاد شده حیف من رها کنم سه روز اهل بیت تو کربلا موندن اومد بالا مزار برادر چجوریشو نمیدونم قد خمیده بود نبود اما یه چیز نوشتن یه کاری زینب کرد دو جا زینب کبرا این کار رو انجام داد یه دونش روز اربعین بود اومد کنار مزار برادر بابا کنار گودال قتلگاه این کار رو نکرد زینب رو بلندی دید این کار رو نکرد کدوم کار میگم کنار بدن اکبر رسید نشست رو خاکا این کار رو نکرد خبر جان دادن اول فضل و بردن این کار رو نکرد گریه کن امام حسینیام
کجا زینب چه کرد الان میگم. یه دونه روز اربعین بود اومد کنار قبر برادر، یه وقت دست بار زیر چادر گریبان خودشو پاره کرد. اینجا یه جا بود دختر علی کارو کرد. یعنی داداش 40 روز من بدون تو زنده بودم داداش. گریبان خودشو پاره کرد. جای دیگه کجایی کارو کرد؟ من از امام زمان عذرخواهی میکنم. یه دونم تو مجلس یزید وقتی سر بریده رو آوردن. من نمیگم یزید چه کرد اون لحظه، نمیشه آدم همه چیو بگم، اما چیزی دید زینب دست بر زیر چادر گریبانشو پاره کرد، آه میکشید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک و اتوجه الیک بنبیک نبی رحمت محمد صلی الله علیه و آله. یا ابا القاسم یا رسول الله یا امام الرحمت یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها. یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا. یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا. اشفعی لنا عند الله. بی بی جان، خیلی از عزیزانی که الان تو این مراسم نورانی و پر از معرفتن، خیلی ها اربعین امسال پیاده اومدن کربلا. اون شب آخر بی بی به امیر المومنین می فرمود ولا تنس قتیل العدا به تف العراقی. علی جان حسینم و فراموش نکن. ما میگیم بی بی جان ابد والله یا زهرا ما ننسى حسینا، ما حسین تو فراموش نکردیم.
تو مسیر جلوه های عجیبی بود، تو این گرمای هوا چند میلیون زائر، الله اکبر، اصلا گرما نمیشناختن این مردم، سختی نمیشناختن این مردم، همه بهش غبی عبدالله. شبانه روزانه نگاه میکردی مسیر خلوت نمیشد، از بس زوار به عشق ابی عبدالله تو این مسیر مشای قدم میذاشتن. اون موکبایی که به عشق مولا برپا شده بود، خدا حفظشون کنه، رحمت خدا بر این موکب دارایی که مخلصانه فقط خالصن لوجه الله اومدن موکب برپا میکردن، پذیرایی از زوار ابی عبدالله. جلوه های مواسات عجیبی بود این روزا، ایشالله اینا نوید ظهوره، تازه این اول جلوه امام حسینه، ایشالله همش ختم به ظهور امام زمان میشه. الله اکبر، ابد والله یا زهرا ما ننسى حسینا، بی بی جان ما حسین تو فراموش نکردیم. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا. یا ابا عبدالله یا حسین ابن علی ایها الشهید و یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا. به نام خدای جهان آفرین، خداوند آب روان آفرین، عقیق آفرین، ساربان آفرین، دهان آفرین، خیزران آفرین، به تو روز به تو شب، سلام علیک مسیحای زینب، سلام علیک. چند خط بخونم براتون، یکم روزه بخونم. این روزا خیلی روزای سراسر حزنیه، میبینید همه دارن کربلا برمیگردن، چه خبر؟ میگه ما نیابت گرفتیم برای حضرت رقیه، رفتیم کربلا، رقیه نتونست بیاد کربلا، ما رفتیم. هر کی یه حال هوایی داره این روزا. حسین من ادخل، تو خواندی که دعوت شدم، حلالم کن اسباب زحمت شدم، زیارت شدی و زیارت شدم، مهیای ذکر مصیبت شدم، عجب روزه ای روزه خانت منم، برای غمت سینه هم میزنم، برای غمت سینه هم میزنم. 40 روزی است این زن قد کمان،
همان زن که عظماست بین زنان، گرفتار شمر است یا ساربان. نگفتم نرو پیش زینب بمان. حسین من 40 روز من بی تو بودم، حسین کبود کبود کبودم حسین. سری رد میشم که بتونم بیشتر ابیاتشو بخونم. عجب کربلایی، عجب محشری، عجب اسبهایی، عجب معبری، عجب بوریایی، عجب پیکری، عجب هنجری و عجب خنجری. سرت بود سمت حرم کج حسین، تو را پشت و رو کرد با لج حسین. اینجا فضای باز خوندن سختیش به این صدای مزدمه نمیرسم. من تنها نباشم، مضاعف مایه بذار صدات به من برسه، همراهی کن. یه جا باید بگی یا حسین، بگو یا حسین. حسین من سرت را نخست از حرم غصب کرد، سپس بین خرجین یک اسب کرد، سپس بر روی شاخه‌ای نصب کرد، سپس بابتش جایزه کسب کرد. دلم سوخت از شام تا بامداد، سر تو کجا تشت ابن زیاد؟ سر تو کجا تشت ابن زیاد؟ چنان سخت بر من گذشت آن نبرد، تنم شد کبود و رخم بود زرد. ببخشن منو یا بقیت الله، شدم آخر عمر بازارگرد، شدم آخر عمر بازارگرد. این حرف من نیست، امام معصوم تو ناحیه مقدسه میفرماد: و صبی اهل که کل عبید و صفدو فل حدید. چجوری معنا کنم؟ و صبی اهل که کل عبید، مثل برده ها اهل تو رو توی کوچه بازارا گردوندن. و صفدو فل حدید، اونا رو با آهن بستن. لا لا الا الله. چنان سخت بر من گذشتی نبرد، تنم شد کبود و رخم بود زرد، شدم آخر عمر بازارگرد. در آن کوفه همسایه با من چه کرد؟ حسین چند تا زخم بد خوردم، من از آشنایان لگد خوردم. یه من دیگه: مرا غیر درد و مهن نیست که، مرا شام مثل وطن نیست که، مرا شمر زد دست من نیست که. حسین جان به بازارشان جای زن نیست که، به فکرم نمی رفت آبم کنن، گرفتار بزم شرابم کنن. گرفتار بزم شرابم کنن. قطعا این روزا خیلی مفصل روزه اربعین شنیدید، روزه خونا نور چشما خوندن، شما هم گریه کردید، منم سهمی داشته باشم. اون روز اولی که عزیزان، اون روز اولی که رسیدن، اون روز اولی که
قبل اسارت مرکب بی صاحب اومد، نوشتن 84 زن و بچه خیما بیرون اومدن، دست بالا سر گرفتن، وا محمدا ناله می زدن، یادتونه. اما کم کم این تعداد کم شد، یه عده زیر، ببینید دور تا دور خیمه، من اینا رو باید بگم جا بیفته برات، ببین دور تا دور خیمه ها رو امام حسین دستور داده بود خندق کندن، یه راه ورود بود، این یه راه ورود، وقتی خیمه آتیش گرفت اسبها به سمت خیمه می اومدن، چند تا از بچه ها زیر سمه اسبا جان دادن، هی داره کم میشه از اون 84، میبینی دوتا از دخترهای ابی عبدالله نیمه شب از ترس دست دور گردن هم انداختن و جان دادن، یکی یکی داره کم میشه، میبینی تو مسیر شریفه بنت الحسن جان داد، رقیه بنت الحسین جان داد، خیلی از این اسرا اهل کوفه بودن، همسرانشون تو کربلا در رکاب امام حسین به شهادت رسید، طایفشون بزرگانشون وساطت کردن، این ناموسشون رو از این اسرا تو کوفه جدا کردن، هی کم شد کم شد، من نمیدونم روز اربعین رسیدن کربلا چند نفر بودن، یه امام سجادی و یه زینبی و ام کلثوم و سکینه و رباب و دیگه نمیدونم چند نفر باشون بودن، دیگه کلن چند نفر جان دادن نمیدونم، اما میخوای گریه کنی بسم الله، اسم خانم رباب اومد، میخوام روزه رو به این سمت ببرم، زن جوون شوهر از دست بده جلو زنای دیگه گریه نمی کنم، میترسه با ترحم نگاش کنن، اما رباب بهونه داشت تو جمع میگفت لای لای علی، تو خلوت میرم زیر آفتاب به دلش میزد، برای حسین ناله میزد، اما اربعین که اومد کربلا دیگه سختش نبود، چون قبر پدر و پسر با همه، علی اصغر رو سینه ی ابی عبدالله است، کنار قبر جود نشسته و ناله میزنه، راحت گریه میکنه، امروز روزی بود که اهل بین دیگه راه افتادن، امام سجاد دید این زن و بچه دارن از گریه جار میدن، صدا زد بسه دیگه قافله را بیفته بریم سمت مدینه، تا آخر ناله دارید، حالا همچین که خواستن را بیفتن دیدن رباب دست زینب کبرا رو گرفت، صدا زد زینب جان تو به امام سجاد بگو اجازه بده من کربلا بمونم، من برای عزیزانم دل سیر گریه نکردم، حضرت اجازه داد، طبق نقلی یک سال رباب کربلا موند، میگفتن رباب بیا زیر سایه گریه کن، میگفت آقامو تو افتاب رها کردم، یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکل الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا من دعوام بر اینه تا اونجایی که میشه ولو یه اشارم به شهدا تو جلسه داشته باشم، بذارید یه یادی از شهدا کنم، شهید شهید عارف، هم عالم هم عارف، طلبه فاضل،
اهل دیار مازندران، شهید محمد زمان ولی پور، اسمشو میتونید تو اینترنت بگردید پیدا کنید، رحمت الله علیه. کتابی هم از زندگی نامشون نوشتن. رفیق صمیمیش که از اقوامشون هم هست، رفیق صمیمیش میگه دیدیم، البته این صحنه رو همه دیدن، شهیدو که آوردن دوتا دستش رو سینش بود، همه تعجب کردن، خیلی حال و هوای عجیبی داشت. من از دوستان این شهید هم، از دوستان و طلبای هم دوره‌ای این شهید هم سوال کردم، میگفتن واقعا مثل این شهید ما ندیدیم، با این اخلاص، با این تواضع، با این تقوا، چقدر این شهید اهل رعایت بود. یه اشاره من همین. رفیقش میگفت شب بعد دفن این شهید تو عالم رویا دیدم شهید اومد به خوابم، خیلی گریه کردم، بهش گفتم چی شد، دست رو سینه بود جان دادی، گفت لحظه آخر اربابم اومد بالا سرم، من عرض سلام کردم به آقام، همون لحظه آخرین جملم سلام به ابی عبدالله بود و جان دادم. ما مدیون این شهداییم والله، قسم برسه به روح همشون، شهدایی که آرزو داشتن زیارت کربلا قسمتشون بشه. الان میبینیم میلیون میلیون میرن زیارت ابی عبدالله، این اثر خون پاک همین شهداست، ما مدیونشونیم، ما مدیون حاج قاسم ها و شهدای انقلاب و دفاع مقدس و مدافعان حرم و امثال شهید رئیسی ها، ما مدیون همشونیم والله قسم، برسه به روح بلند همشون. یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی، ایها الباقر یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها یا ابا عبدالله، یا جعفر ابن محمد، ایها الصادق یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها جانم، یا وجیها یا ابوالحسن، یا موسی بن جعفر، ایها الکاظم یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها اشفع لنا. بگو بگو، یا وجیها یا ابا الحسن، یا علی ابن موسی،
حیا الرضا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها خواهشان نامه ما را به خراسان بفرست، چیزی نمونده با آخر سفر، خیلی ها از اربعین کربلا برگشتن، بار سفر دوباره میبندن برای زیارت امام رضا. ان شاء الله خدا قسمت هممون کنه آخر ماه سفر زیارت حضرت. ایام شهادت ولی نعمت ماست، آقامون علی ابن موسی رضاست، میرن براز مشهد، ایشالله خدا قسمت همه کنه. خواهشن نامه ما را به خراسان بفرست، خواهشن زود برو نامه ما تا خورده، خواهشن زود برو نامه ما تا خورده، خواهشن از در این خانه بلندم نکنید، این گدا چیزی اگر خورده همین جا خورده، این گدا چیزی اگر خورده همین جا خورده. پسر فاطمه مردم گره دارند همه، پسر فاطمه در کار گره ها خورده، مثل آهوی بیابان به بیابان زدم، چون شنیدم گذرت جانب صحرا خورده، دلت رفته حرم امام رضا، حالا رفته بذار یه بیتم بگم، پهلویش مطمئنن پشت حرم درد گرفت، هر که اینجا قسم حضرت زهرا خوردم، هر که اینجا تو فکر کردی خودت عزم و اراده زیارت داشتی اربعین رفتی کربلا، نه به خدا، کربلا رفتن ما را که خودت میدانی، اربعین رفتنم از دست تو امضا خورده، اربعین رفتنم از دست تو امضا خورده، امضا خورده. یه جوری برای ابی عبدالله امام رضا گریه میکرد، فرمود انقدر برای جدمون گریه کردیم این پلک چشم ما زخم شده، جمله حضرت دیگه، اقره جفوننا و اسبل دموعنا. بعد ادامش عجیبه، حضرت حالا میگه چرا پلک چشم ما زخم شد، جوابش مال بعدش. ببین اینا همه شون گرفتار ناموس بودن، ببین اینا همه شون ائمه گرفتار مصیبت اسارتن. امام زمانو که عرض کردم، امام سجادو که گفتم، امام رضا در ادامه اسبل دمو انا میفرماد و ازل عزیزنا، عزیزان ما رو به ذلت کشیدن. یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایا تقی الجواد یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها. اشفع لنا
همه همه یا وجیان یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها الهادی النقی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الزکی العسکری ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله فقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها یا وصی الحسن والخلف الحجة ایها القائم المنتظر المهدی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله فقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها چون ایستادی به احترام امام زمان رو به قبله معمولا برای ما اسم قائم رو بیارن ما به احترام حضرت همه رو به قبله دست بالا سر میگذاریم به امام باقر عرض شد آقا جان چرا بین همه ائمه فقط به آخرین امام گفته میشه قائم حضرت جمله عجیبی دارن فرمودن وقتی سید الشهدا رو سر بریدن جد ما رو به شهادت رسوندن اونقدر ملائکه جزع و فزع کردن اونقدر بیقراری کردن شکایت بردن در خانه خدا خدای عالم فرمود آرام باشید خدای عالم فرمود آرام باشید کسی رو میفرستم برای انتقام خون حسین ابن علی بعد حضرت اشاره کرد فرمود ببینید حضرت اشاره کرد فرمود ببینید همه ائمه رو دیدن ائمه ای که از نسل حسین ابن علی بودن بعد اشاره شد به آقا حجت ابن الحسن فاذا احدهم قائم یصلی آنگاه دیدن که یکی از اونا ایستاده مشغول نمازه خدای عالم فرمود بذالک القائم انتقم منهم من توسط این امام قائم انتقام میگیرم از همه اونایی که ظلم کردن یه بار دیگه عیب نداره هر جا که هستی بگو یا وجیها عند الله اشفع لنا یا
سادتی و موالی انی توجهت بكم امتی و عدتی لیوم فقری و حاجتی الالله و توسلت بكم الالله و استشفعت بكم الالله فاشفعوا لی عند الله و استنقذونی من ذنوبی عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب عالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اما یجیب مزدر دادا و یکشف السوء امن یجیب مزدر دادا و یکشف السوء امن یجیب مزدر دادا.